بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن شرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، وحمد ستعيش الله ودرود وسلام برسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم. میخواهیم به طور مختصر درباره یک متنی تحت عنوان اصول سگانه سخن بگوییم. قبل ان نبدا بدراسه هذا المتن نسال عن اسئله خمسه. قبل از اینکه شرح این متن رو شروع بکنیم درباره 5 پرسش مسائلی مطرح می‌کنیم. نعم، السؤال الاول لماذا ندرس التوحید؟ سوال اول اینه که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم و فرا میگیریم. لو قال لنا قائل لماذا لا ندرس مثلا اللغه العربيه، ندرس الفقه، لماذا نبدا دائما بالتوحيد؟ شاید پرسشگری بگه که چرا با درس فقه یا مسائل دیگر شروع نمی کنیم بلکه با درس توحید شروع می کنیم. لان التوحيد هو حق الله على العبيد. زیرا توحید حق الله بر بندگانش است. و اول الواجبات و اوجب الواجبات. و نخستین واجبات و مهمترین و بزرگترین واجبات هست. ولا يدخل جنة الا موحد. و کسی وارد بهش نمیشه مگر اینکه موحد. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا بالتوحيد. و الله متعال هیچ عملی رو قبول نمیکنه مگر با توحید. استقرار الامن، الهدايه، الطمانينه، حلاوه الايمان. استقرار، امنیت، هدایت، آرامش، همه اینها نتیجه توحید هست. ثم قد يسالك سائل يقول هل انت موحد؟ چه بسا پرسشگری سوال بکنه که آیا تو موحد هستی؟ تقول نعم انا موحد. در پاسخ میگی که بله من موحد هستم. ما هو التوحید؟ اذا كنت لا تعرف التوحید معنى هذا ان هذا الكلام الذي قال انه موحد هذا كذب وهذا شهاده الزور. وقتی که ندونی که توحید چیه و بگی که من موحد هستم، این خودش یک گواهی دروغین و ادعای کاذب هست. و كذلك قد يسالك سائل يقول هل انت مشرك؟ و چه بسا سوال کننده بپرسه که آیا تو مشرک هستی؟ تقول اعوذ بالله انا لست مشرك انا موحد. مسلمی که در جواب میگی پناه بر الله من مشرک نیستم، من موحد هستم. فیقول لك ما هو الشرک؟ چه بسا میپرسی که شرک چیه؟ تقول لا ادری لعلك واقع في الشرك الاكبر انت لا تدري. و اگه بگی که من نمیدونم که شرک چیه، چه بسا تو در شرک واقع بشی و ندونی که در شرک قرار گرفتی. اذا لابد ان نتعلم التوحید حتى نعمل به و ندعو الیه، و لابد ان نتعلم الشرک حتى لا نقع فيه، والله اعلم. بنابراین چاره و گریزی جز این نیست که توحید رو فرا بگیریم و بهش عمل بکنیم، محققش بکنیم و به سوی توحید فرا بکنیم تا به معنای درست کلمه موحد باشیم.